درود به همگی گای. سلام عزیز دلم، به چنل پوریا بوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. اومدیم با یکی دیگر از ویدیوها به اسم اینکریدیبل مومنت. میدونم تلفظ انگلیسی شو درست گفتم، دارم از قصد بود جون عمت. امروز قراره ویدیوهایی ببینیم که خیلی عجیبن، یعنی یه سری اتفاقات توی یه سری لحظات افتاده که واقعا پشمریزونه. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساباتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. راوت 665 کو 999 نفر. بریم با همین ویدیو زیبا رو ببینیم، امیدوارم لذت ببرید. لتس گو. خب گایز، هجوم میاریم به اولین ویدیو. میخواد بپره رو اسب. اصلا از این پایی هم نداره. وای بیچاره اسب، دو تونو داره تعامل میکنه. این از اون ور میفته، به خدا از اون ور. یعنی یه احمق به تمام معنا. حالت عادی من میده یه چیزی میندازن رو اسبش، میگن زین یا زین، فقط به چیز دوچرخه میگن. باید از اونو داشته باشه که یه رکابی داشته باشه، پاتو بذاری بپری روش. من تا حالا بچا فقط یه بار اسب سواری کردم، اونم تو محمود آباد شمال. چیکار میکنی دادا؟ What the fuck؟ چه جرأتی دارن این چتر بازا؟ حقته، انگشت وسط نشون داد. دوربینش افتاد. چرا نشکست؟ از اون ارتفاع خوک. خیلی عجیب بود دوربین. حالا اگه گوشی ما از دستمون از رو دم زانومون بیفته هشت تیکه میشه. اون وقت دوربینش از کیلومتر افتاد، هیچیش نشد. یعنی چی میشه؟ اصلا این چی هست؟ منو بگو، اول فکر کردم چاییه. خسته نباشید. شیمی هم نخوندم بخوام براتون توضیح بدم این چه گویی بود. واقعا نمیدونم مواد داخلش چی بود که اینجوری رفت بالا. خب با دامن چجوری میشه نشست پشت موتور؟ رفت. فکر کرده سوار شده. وای زنه پشماش ریخته، داره بهش زنگ میزنه. فکر زنش پشتشه. تو اون بدن نرم و احساس نمی کنی وقتی دوتا پا میاد بین باسنت چف میشه به جفت باهات؟ نه قربون. چهار تا رو گلنگه، من یه دونش هم نمیتونم. حاجی این خیلی سنگین ها. پشمام خفه شد دیگه بابا. وای این اگه ننه من بود سیاه و کبود بودم، همون چیزی که تو دستش بود. بگونم تو جون. به به چه خانوم جذب. آه ما باید ماشین رو دقت کنیم. پشمام این دروغه، یعنی واقعا بی ام و چنین ماشینی داره؟ دیگه آدم مشکلش چیه؟ من همیشه به این فکر بودم سفید بخرم یا مشکی، خیلی هم پولشو داری. سوراخ سوراخ شد. شانات وای این ضرب المثل دوستی خاله خرسه رو دیدید؟ گوزن با باب. آهن بود یا چوب؟ I guess we'll never know. رفت. چرا مثل بوز نگاه کرد؟ یعنی اون چیز من کوچولو رو نمیتونست جلوشو بگیره؟ این چیه؟ وای یعنی اگه فوکر رو نمیگرفت سگه رو تیکه تیکه میکرد. تقصیر فروشنده نبود چون از قبل داشت میریختش. نها کنید سنایسته رو با دقت ببینید، قبل از اینکه برسه بهش اون قشنگ داشت میریخت. از اینجا وای ریخ رو کیفت. گوسفند به تمام معنا. وای تخته زیر. وای
چرا میخنده زن؟ اصلا اگه میخورد تو سر زنه دو نصف بود، دو نصف. بچه من خیلی دوست دارم موتور کرایه کنم، یه ولاگ موتور سواری توپ براتون بگیرم، حتما این تو برنامه هم هست چون ولاگ موتور خیلی حال میده. فقط دارم فکر میکنم چه جور ولاگی بگیرم با موتور که جذاب باشه، نه اینکه بشینم پشتش همینجوری راه برم. ولی احتمال زیاد میخوام یه کوه با موتور فتح کنم، البته کوهی که جاده داشته باشه، از این کوههای مخصوص که با موتور میرم بالا. همینه دیگه، اداره پست تو میبدید همینه. کثافت، اگه ماشین لباسشوی خود بود اینجوری پرتش میکردی؟ البته شاید یه بک‌گراندی داره ما نمیدونیم، ولی خیلی آدم عوضیه. من مادرش کلی پول اونه با اون اسلیم بودنت. کثافت، با این چشم آدمی ها همیشه کارهای عجب غریب میکنن. خوبه زیرش چیزی پوشیده، دامنش افت. حاجی این دختره کلن 50 کیلو ها. خب حسن فسنقری چه ربطی داره؟ با یه پا چجوری پاهاش درد نمیگیره؟ شاید از این رقاص باله است. چه ربطی؟ الان میگم چه ربطی داره. نه خدید یه لحظه وایسید بابا، نگو دیگه جان جدت. یا اول با این یعنی گولمون داره میزنه، مگه میشه چیزی به این سنگینی رو چرخون؟ گفتم رقاص بالا است چون بال کارا فکر کنم باید خیلی بول پای قوی داشته باشن. این درست داشت تمرین میکرد، البته تمرینی که این میکرد قهرمان جهان بالا هم نمیتونست کنه. ببین خیلی مهربون بود، نرفت بزنتش، یعنی خودشو کنترل کرد. فقط دقت کنید به فیسش، قشنگ با چشاش داره میگه به محصول ساعتها تمرین بوده. جدی دارم بهتون میگم، چون کچل مورد علاقه من. من این کارو کنم شورتم با باسنم در جا پاره میشه. باریکلا، واقعا یه سری از بچه‌ها این دور زمان الان آدم می‌بینه پشماش می‌ریزه. البته بچه‌ها من 6 سال پیش واقعا با یه حرکت اینجوری باز می‌شد، بدنم 8 تا تیکه بود، ولی انقدر به خودم نرسیدم. یعنی شما واقعا این کارو نکنید، حتما برید باشگاه، غذای خوب بخورید، مثل من فقط فست فود نخورید، باشگاه حتما برید، مثل من نباشه که اصلا نمی‌رید، خلاص همه چی سر جاش باشه دیگه، مگر اینکه ایربگی میاد دقیقاً مثل من. چجوری نمیترکه؟ پرام الان بپیچه، چون میپیچه 100% میترکه. مقاومت ما ایرانی ها در کشور عزیز بود دقیقا همینه، مقاومت ما در مقابل گرسنگی و بدبختی و همه چی. وای بروسلی تو گور لرزید، خدا بیامرزش. عروسا کی تا حالا اینو رفته؟ من یه بار خواستم توی فکر کنم بام تهران بود، باز بود برم، بعد نرفتم. هفته بعدش رفتم کلا بسته بودم. خیلی شجاعت میخواد، ولی به نظر من بازی با زندگیته، چون اصلا معلوم نیست اون تناب پارش یا نه. حالا خیلی ها میگن نه همه چیش اوکیه سفته، ولی بوده کلی از این اتفاقا تو یوتیوب هست. من نمیتونم ویدیوشو بسازم چون خیلی دردناکه. بالاخره چیز حساسه، یه لحظه یه اشتباه یه تناب پارش. الان این رنجرا رو دیدی؟ شهر بازی کلی از کشورهای دنیا ازش افتادن مردن. نمیرم سگ خورد. اوف، یاد این که بچه محله اون افتادم. خیلی سخته، من خیلی موتور سواری رو دوست دارم. یه بچه محله داشتیم، فامیلیش لاجوردی، اسمشو نمیگم، یکی از خوبای اون منطقه ما بود، 400 دستگاه. خیلی هم بچه باهوش بود، یعنی تو مدرسه بچه زرنگ بود، یاورکوب نمیدونم ار را به در شد. امیدوارم هر جا هست اون جایی نباشه که باید باشه و زندگی خوبی رو داشته باشه، چون خیلی قدیم میدونم وضعیت خوبی نداشت و افتاده بود اون جایی که همتون میدونید، ولی امیدوارم الان خوش باشه. یه بارم تو یکی از آهنگا اسمش آوردم تو آهنگ پیروزی. دختره؟ آره. اوه الان سینا میفته بیرون. این پسره یا دختر؟ آقا یکی به من کمک کنه، من باید بدونم ریاکشنم چی جوری باشه اگه دختره. پسر بود یا دختر؟ خب گایز، دم تک تکتون گرم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده بوده باشید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اینکه سابسکرایب کنید. هر جا هستید موفق و پیروز باشید. بریم سمت کامنت زیبا و دیدنی امروز. ایده: یه ولاگ در مورد محله ها یا رستوران ها یا سوپرمارکت های ایرانی در آلمان.
به امید آسایش و رفاه در ایران و جهان، خصوصا اوکراین. قربونت برم عزیزم، امیدوارم اولین جایی که همه چیز اوکی میشه کشور خودمون باشه و بعد اوکراین. چون خیلی دوست دارم سریعتر برم اوکراین، دلم خیلی براش تنگ شده و همچنین مردم ایران هم تو اوج آرامش زندگی کنن. ممنون بابت ویدیو و انرژی های خوبی که به ما میدی. همیشه موفق باشی پوتک. ایده قوی ترین پادشاهان تاریخ ایران. آفرین، این ایده قشنگ بود، ولی به شرطی که قوی ترین پادشاهان تاریخ جهان و تو لیستش ایرانی هم باشه. خیلی از ایدت خوشم اومد. فیلم امروز. بچه ها، این تریلری که دیدید 20 میلیون ویو فقط تریلرش خورد، پس معلومه فیلم بمبیه، خیلی سر و صدا کرده. اگه تا الان ندیدید حتما این فیلمو ببینید. همیشه به پدر مادرانتون احترام بذارید و همیشه سعی کنید کارهایی کنید که پدر مادرتون بهتون افتخار کنن. نمیتونی مجبورشون کنی که عاشقت باشن، ولی میتونی یه روز یادشون بیاری که کی رو از دست دادن. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. Goodbye.